با یه مقدار آشنا بشیم به نام ریسپانس. من ریترن میکنم یه پاسیبی به نام ریسپانس. خب که اگه دقت بکنید این ریسپانس رو ایلومینیت و ویو ویو در واقع به این شکل هستش. خب تو برای در واقع نارا بدون من ترشه کنترل پی رو میزنم شروع میکنه به هم در واقع سری اطلاعات رو برداردم. میگه میتونی به صورت اره هم یه مقدار غرب کانتنتت میتونی به صورت استرینگ باشه دوست داشته باشه، میتونی خالی بفرستی، میتونی ویو بفرستی در واقع مقدار ویو برگرده، همین کار میشه. و یا بی اره بفرستی، حالا فرض کنم من برمیگردم مثلا میگم first name، مثلا برمیگردم یه پولش و مثلا last name، مقدار مثلا آردین و مثلا مقالی رو قرار میدم. مقدار بعدی میگه استاتوس میخوای در واقع چی باشه استاتوس. فرض کنم میگم 200 اینا خب یه مقدار حالت کیت کنم و این هم هدراتونه. مثلا من میرم اینجا تو این هدره مینویسم اینجا اینفو و برمیگردم میگم که مثلا this is data about me. خب یه همچه چیزی میخوام برای خودم بفرستم و حالا مثلا برگردم اینجا می‌نویسم یه هدر چک می‌کنم به نام دیتا و برمیگردم میگم this is me. همچه چیزی. خب این مقادیر رو دارم در واقع کسی به این صفحه بزنه این مقادیر برمیگردم براش استاتوسش 200 خواهد بود و اینها هم مثل هدر هستش که براش رو هر میگیره. ببینید اینا چی هست. F12 رو میزنم و یه رفرش میزنم. خب بیام اینجا رو اسلایدر خب استاتوس رو 200 برگردم. ببینید تورج آرمین 32 این ریسپانس هاشه مقادیری هستش که برای من برگرد دقیقا مواردی که اینجا میشود در واقع صورت آرایی من میتونه در واقع دیتا باشه آنو بعدا در واقع دیتا هاش کنم 200 و از همه مهمتر ببینید که الان برای من در واقع یه سری هدر برگرداده ریسپانس کرده کو هدراش در واقع برای من یه سری هدر به نام دیتا This is me و info. This is data about me. این موارد رو هم برای من با توجه به خروجی که من دادم فرستاد. اوکی پس من تونستم از ریسپانس استفاده کنم برای ست کردن هدر، فرستادن دیتا به صورت آرایی و استرینگ یا دیتا یا ویو اصلا یا بگو مثلا کنترل پی در واقع بی اینجا ویو فرست بگو مثلا اسلایدر مثلا کرییت یا همچه چیزی و بزنی در واقع برات بیاد اسلایدر کرییت رو به این شکل منظور از ویو چیز ها در واقع بیاد اینجا خود ویو رو سر بزن در واقع بیاد ویو اگر روی اسلایدر مثلا کرییت برات به این شکل در واقع بزنید اینجا رو ریسپانس بکنه من اونجا اومدم اطلاعاتش رو بردم. خب یه دفعه دیگه قرار میدم ببینید در واقع ببینید تمام مواردش رو بوتستراپش و جیکوریش و پاپرش و بوتستراپ مینش و اینا همه رو برگردون و در واقع ریسپانسش رو ببینید. ببینید یه دونه برای من اشتیار بگه کاربورد وحشتناک حالا بعدا ببینید چه کجا کاربورد داره براتون به این شکل در واقع میتونی برگردونی اطلاعات رو اون صرفا میتونی دیتا باشه دیتا برگردونی و میبینی ریسپانسش و هدرش هم که ببینید به اینجا باید برگردون پس میتونه موارد مختلف باشه اینجا برگرده و به این شکل بخونیدش و کنترل پی رو بزنید در واقع به این شکل مثلا ورز کنه من دیست تست رو بزنم حالا فقط یه سرینگ داریم به این شکل دوازده رو بزنید و در واقع یه رفرش بکنید دوباره این رو در واقع به این شکل ریسپانس پرویوش و هدرش به این شکل در واقع شما نمایش بکنید این تکست HTML میتونست جیسون دیتا باشه. خب به این شکل در واقع اطلاعات رو برگردم این هم هدراش بود که قرار گرفت. میتونه مدل های مختلف دیگه ای باشه. آره میتونید اینجا مثلا آقا هدر رو مثلا اینجوری نفرستی کاربرد اونچنانی نه مدل های مختلفی شما دارم بهتون میگم میتونید اینجا بیاید مثلا برگردی بگی ببین ویو اینجوری مثلا فایل بفرست هدر بفرست کانتنت بفرست استاتوس چه سید بکن ریدایرکت بشه مثلا به سر جیسون بفرست آقا جیسون رو بهتون میگم سندش کن میکش کن ویت هدرز باشه چند تا هدر بفرست دانلود بخواد کسی بکنه گت مثلا اج بخواد بکنه اکسپایر بشه مثلا بعد یه مدتی اینا رو در واقع شما میتونید براش قرار بدید و اینا مثلا قرار بگیره و بیاید ازش مدل های مختلفش رو استفاده بکنه. خب کدوم بیشتر برای من الان میتونه در واقع استفاده بشه مثلا میتونم بگم هدر خب یه هدر براش قرار بگیم مثلا میگم دیتا و این کیش باشه این مقدار ولیوش باشه
بده و بعدی رو با کاما بیا بهش در واقع چی بده اطلاعات بده، مثلا اونو میگم دیتا و بعدی رو یه کاما میذارم مثلا میگم خب این شه در واقع میتونید ازش استفاده کنید بزنید و اسلایدر و ریسپانس this is test رو این this is testی که اینجاست این هدرتونه که الان میبینید قرار گرفت دیتا و this is test ویت هدر در واقع میتونید چند تا پارامتر رو بفرستید، این فقط یه دونه پارامتر و موارد دیگه ای که میتونه وجود داشته باشه یا حالا باهاش در حالت مختلفش رو بررسی میکنید یا اینکه حالا بریم فیلم رو بعد.